به دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام براتون یک شیرینی دارچینی خیلی خوشمزه درست کنم. خیلی راحت تهیه میشه. این شیرینی مال کشور سوئده و خیلی معروفه. این شیرینی خیلی راحت تهیه میشه. شما این خمیر رو میتونید با ماشین درست کنین و میتونین با دستم درست کنین. من این خمیر رو امروز براتون با دست درست میکنم. ما مواد لازم این خمیر رو اول بهتون میگم. حدود 850 گرم آرد احتیاج داریم، 150 گرم کره، 400 میلی لیتر شیر، 12 گرم خمیر مایه خوش، 120 گرم شکر، 1 قاشق چای خوری نمک، 1 قاشق چای خوری هم از هل استفاده میکنم. این هل خیلی عطر شیرینی و خوشمزه میکنه و خیلی بهتره که خودتون هل رو بسابین و از پودرش استفاده نکنین، چون خیلی خوش عطر تره. خب من اول میام این شیرم رو میریزم توی ظرفی، با کره میذارم توی حرارت که وقتی که دستمون داخل شیر میکنیم دمای حرارت بدن باشه، یعنی نباید داغ باشه، چون اگه داغ باشه وقتی که خمیر مایه‌مون رو میریزیم خمیر مایه ما عمل نمیکنه. پس حتما با دستتون امتحان کنید که دمای حرارت بدن باشه و کرتون رو کاملا داخل شیر حل بشه. بعد دوباره میام و بقیه مواد خمیر رو بهتون نشون میدم. شیر و کره رو من گذاشتم رو حرارت، یکم گرم شد. وقتی که دستمون رو داخل شیر میکنیم نباید داغ باشه. بعد خمیر مایه‌مون رو اضافه میکنیم، شکرمون رو هم میزنیم، بعد اینو وسط آردمون که گود کردیم میریزیم. من یک دفعه نمیریزم. نمک هم داریم، نمک رو مستقیم روی توی خمیر مایه‌مون نمیریزیم، چون نمک باعث میشه که خمیر مایه‌مون خوب عمل نکنه. نمکمون رو همینجوری رو آردمون میپاشیم. من هلم کوبیدم، یه قاشق چای خوری برای این مواد هل کافیه. چه عطری داره، واقعا شیرینیمونو خوشمزه میکنه. هلم اضافه میکنم، آروم آروم آردو میاریم وسط و شروع به مخلوط کردن میکنیم. شما از این خمیر میتونین واسه خیلی شیرینی های مختلف استفاده کنین. خیلی شیرینی خوشمزه‌ایه و چون هل داخلشه ما ایرانی ها خیلی این شیرینی ها دوست داریم. خب من یه مقدار دیگه باز میریزم. اگرم دوست ندارین با دست خمیر کنین میتونین از ماشین استفاده کنین، ولی من عاشق خمیر کردن با دستم. همینجور کم کم آردا رو میارم وسط، دوباره این کار رو ادامه میدیم تا کاملا این شیر و کرمون با آردمون خمیر بشه. چند دقیقه ورز میدیم، بعد این خمیر رو میذاریم در یک جایی که حرارت خونه یکم گرمه، حدود نیم ساعت تا 45 دقیقه ور بیادش. خب این خمیر رو ما یه چند دقیقه خوب ورز میدیم. حسابی این خمیر رو با کف دستمون به این صورت خیلی خمیر عالی و خوبیه، همه چیزش اندازه است. خب اینم از خمیر ما.
این خمیر رو من حدود نیم ساعت تا سه روب نگاه میکنم، میذارم یه جای گرم خونه که خمیرم ور بیاد. روش رو میپوشونم با این پلاستیکا. بعد میام مواد داخلی این شیرینی خوشمزه رو بهتون نشون میدم. خب من مواد میانی این شیرینی دارچینی خوشمزه رو بهتون میگم. 150 گرم مغز بادوم استفاده میکنیم، 150 گرم شکر، 100 گرم کره، 8 قاشق چای خوری کوچیک دارچین، پودر دارچین و 3 تا قاشق غذاخوری هم آب. خب من اینو میریزم توی آسیاب که این بعد مغزمون کاملا آسیاب بشه. شکرم اضافه میکنم، یکم اینا آسیاب بشه. خب یه مقداری که بادوم و شکرمون خوب با هم دیگه مخلوط شد و نرم شد، کرمون رو اضافه میکنیم، دارچینیمون رو اضافه میکنیم و آب و دوباره میذاریم که این مواد کاملا با هم مخلوط بشه. خب این خمیر ما حسابی بر اومده، حجمش تقریبا دو برابر شده، خیلی عالیه. خب من رو میز کار یکم آرد پاشیدم. خمیر رو ما پن میکنیم که نه خیلی نازک باشه نه خیلی کلفت، که بتونیم این مواد رو وسطش پن بکنیم. خب من اول یکم به این طرف با بردن روش میرم. دوباره از این طرف. خمیر عالیه، خیلی راحت میشه با بردن روش رفت. خب من این خمیر رو به این صورت پن کردم، تقریبا همه جاش یکسان یکسانه. بعد با یک کاردک این موادی که مخلوط کردیم، بادوم و شکر و با آب و دارچینمون، کاملا با هم دیگه مخلوط شده و نرمه. این مواد رو روی خمیرمون پخش میکنیم به صورت خیلی نازک. خب این مواد رو من کاملا خیلی نازک رو تمام خمیرم پن کردم به این صورت. حالا از هر طرفی که دوست دارین شما این خمیر رو میتونید لوله کنید. من از بالا این کار رو میکنم، همینطوری به این صورت ادامه میدین. خب این خمیر رو من لوله کردم، حالا هر اندازه که دوست دارین دیگه خودتون میبرین. من به این اندازه میبرم. به این صورت این شیرینی دارچینی ها رو بریدم. یک تخم مرغ رو به هم میزنیم، روی این شیرینی ها با برس میمالیم به این صورت. بعدن روشون یکم از این شکرهایی که مثل کریستاله، حالا یا سفید یا رنگ قهوه‌ایش فرق نمیکنه، یکم از این شکرهای کریستالی روش میریزیم. فر رو از قبل رو درجه 200 میذاریم کاملا گرم بشه. این شیرینی ها به مدت 15 دقیقه که داخل فر باشه کافیه، ولی بازم میتونید امتحان کنید. خب این شیرینی های خوشمزمون آماده شده، نمیدونید چه بو و عطری تو این آشپزخونه پیچیده، واقعا جای همتون خالیه. این شیرینی ها رو من تو ظرف میشینم، خیلی خوشمزه و خیلی خوش عطر.
شما میتونین اگرم دوست داشته باشین به اندازه‌های کوچیک‌تر اینا رو ببرین در کنار چای و قهوه‌تون نوش جان بکنید. خیلی شیرینی راحت و خوشمزه. من اینا رو داخل ظرف میچینم. خب اینم از شیرینی های دارچینی خوشمزه امروز ما که این شیرینی ها اصلش مال سوئده و شما درست کنین برای جشنهای مختلف، حتی اگر کوچیکتر ببرین میتونین برای ایام عیدم این شیرینی خوشمزه رو درست کنین و مطمئنم که از مزهش هم لذت خواهیم برد. من تا برنامه بعد همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپرم. خدا نگهدار.